مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مفتاح پورتال.ir شرح حکمت‌های نهج البلاغه استاد حجت الاسلام و المسلمین نظافت حکمت 53 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. آقا امیرالمومنین فرمود از سخاء ما کان ابتداء اما ما کان فاما ما کان ان مسئله فحیاء و تذمم، یعنی سخاوت اونیه که ابتداءا باشد، اما اون سخاوت و جودی که از روی پرسش هست، این حیا و فرار از نکوهش است. سخا یعنی جود هست ضد بخل، مسئله یعنی درخواست، همین سوال کردن، یدایی کردن، اینا رو میگن مسئله. تذمم هم به فرار از نکوهش میگن، از مذمت. خب این حکمت در مورد سخاوت هست که سخاوت ضد بخل و از بزرگترین فضائل انسانی و ارزش‌های اسلامی است که پیامبر فرمودن از سخاء خلق الله الاعظم، یعنی خلق بزرگ خداوند سخاوت. ما اومدیم تو این دنیا تا متخلق به اخلاق الهی بشویم، یعنی تلاش کنیم اون مقداری که میتوانیم خدایی بشویم، ربانی یعنی خدایی، از علم خدا، از حلم خدا، از رحمت خدا. یکی از ویژگی‌های خداوند اینه که خدا اهل جوده، خدا اهل بخل نیست. بندگان خدا هم بتوانن خودشونو آراسته به این صفت کنن. گفته شده از سخاء من اخلاق الانبیا، سخاوت جز خلق پیامبرانه. یعنی پیامبر بخیل نداریم. پیامبر فرمود از سخی و غریب و من الله، انسان سخی هم به خدا نزدیکه، هم به مردم نزدیکه، هم به بهشت نزدیکه. به خدا نزدیکه چون داره این صفت رو در وجود خودش متجلی میکنه، به مردم نزدیکه چون مردم به او امیدوار میشن، بهش رو میزنن، این گره‌گشای کار اونها میشه، مثل یک پدر مهربان برای اونها میشه. به بهشت هم نزدیکه چون با این ویژگی شایستگی ورود به بهشت رو پیدا میکنه. عجیبه، در روایتی هست که برای من خودم خیلی تکان دهنده بود، فرمود جوانه سخاوتمند، شابون سخی، مرهقون فی ذنوب، یعنی غرق در گناه. جوانه گناهکاری که یه صفت داره و اون سخاوت از خوبی ها، احب الی الله من شیخ عابد بخیل، شیخ یعنی پیر مرد، این محبوبتر نزد خداوند از پیر مردی که اهل عبادت مسجدیه ولی بخیله. تو یک روایتی داریم که فرمود اگر در یک کسی یک صفت خوب دیدید منتظر بقیهش باشید، همین سخاوت منشأ هدایت می شود. لذا گفتن از هدایت هیچ کس ناامید نباشید، چون همون بدای هم باز یک دونه خوبی که دارن، انشاءالله این یک دونه خوبی تکثیر میشه، بقیه خوبی هم در وجودش پیدا میشه. و از گمراهی و بد عاقبتی هیچ کس خاطر جمع نباشید، بگین گمراه نمیشه، نه، ممکنه همین آدم خوب بخوره زمین. در روایت داریم انسان سخی از غذای مردم میخوره تا مردم از غذاش بخورن. میگن امام حسین سوار اسب بودن، داشتن میرفتن، عده‌ای از غلاما نشسته بودن نان خالی میخوردن، بعد به آقا به فرما زدن، حضرت اومدن پایین نشستن، همون نان خالی اونها رو تناول کردن، بعد گفتن شما بیاین خونه ما. بعدم که رفتن خونه به اون کنیزشون گفتن هر چه داریم بیار. پذیرایی عالی. آدم های بخیل عکسش هست،
سر سفره دیگران نمیرن از ترس این که ممکنه اونای هم بیان. اینم ویژگی انسان سخی. خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد لا تقتل السامری، سامری که موجب انحراف شده بود و گوساله پرستی رو راه انداخته بود و شرک مسلم و مجسم، فهمود او رو نکش چون اون یه خوبی داره، اون سخیه، میدونه سامری رو بایکوتش کردن. به تعبیر قرآن انتقول لا مساس، توی همین جامعه هستی منزوی، هیچ کس با تو ارتباط برقرار نکنه. این جنایتی که سامری کرده بود در این حال خدا من گفت سامری رو نکش. اینقدر این به اصطلاح فضیلت سخاوت اهمیت داره. منتها سخاوت یک شرطی دارد، دو شرط. یکی این که باید پولی رو که میده در راه خدا باشه. اگر کسی کفار رو کمک میکنه پول میده تا سنت غلطی گذاشته بشه تو جامعه، این سخاوت به حساب نمیاد. شرط دیگرش اینه که به خاطر خدا باشد، نه ریاءً. ولا یسمی سخیا الا البادل فی طاعت الله، کسی که در طاعت خدا پولشو خرج کنه. و لوجهی، ولو نان خالی باشه، ولو یک به اصطلاح لیوان آب باشه، بازم سخاوت من به حساب میاد. اگر این دو شرط رو داشته باشه، در راه خدا، به خاطر خدا. آقا امیرالمومنین فرمود یه شرط دیگه سخاوت اینه که ان تکون به مالکه متبرا، از جیب خودت برداری، نه اینکه دزدی کنه از مال دیگران سخاوت داشته باشه. از پول بیت المال برداره بده به دیگران، دزدی کنه بده به دیگران، این سخاوت نیست. فرمود سخاوت این است که از مال خودت ببخشی و نسبت به مال دیگران ورع داشته باشی، متورع باشی، تقوا داشته باشی، احتیاط کنی، دست به مال دیگران دراز نکنی. باز در روایت داریم سخی کسی است که مالش رو توی در راه حق انفاق میکنه. از خناس من ادا زکات ماله، بعضیا زکاتشون رو نمیدن بعد پول میبخشن به مردم. در حقیقت داره به خودش ظلم میکنه، چون روز قیامت میگن چرا زکات ندادی. هستن بعضیا دیگه شله میزنن، خدماتی میکنن، ولی اول باید زکات رو داد، آن چرا که خدا واجب کرده است. اگه کسی خمس بگردنشه، زکات بگردنشه. خب حالا این روایت چی میگه؟ این روایت میفرماید اگر سخاوت ابتداء نباشد، یعنی ما متوجه میشیم یک کسی نیازمنده بهش کمک نکنیم، او درخواست کنه بعد بهش کمک کنیم، میگه اگر ابتداء نباشد آیا اصلا سخاوت نیست؟ ظاهرش اینه دیگه، یه سخاوت اونی که ابتداعا باشد. اگر به خاطر سؤال دیگرانه، این از روی حیا و شرمساری است، یا میترسی که این فقیر نگه بخیلی بد و بیرا بگه، به خاطر فرار از اونه، سخاوت اونی که ابتدایی باشه. خب ما میبینیم که امیرالمؤمنین وقتی سائل رو دیدن توی نماز توی رکوع بودن انگشترشون رو دادن، این سخاوته. پس باید بفهمیم که این روایت چی میخواد بگه. جواب اینه که سخاوتمند آیا از نیاز فقیر آگاه هست یا آگاه نیست؟ اگر از نیاز فقیر آگاهه، منتظر پرسش او نمیشه. سخاوتمند وقتی میفهمه، فرض بفهمیم برای پدر مادر هم همینجور گفتن، اگه کسی متوجه شد پدرش این نیاز رو داره، دیگه نباید بیسته سب کنه تا او بگه بابا این کارو بکن، زود خودش پیشا پیش این کار رو میکنه. این روحیه سخاوتمندانه که اگر با خبر بشون از نیاز فقرا اقدام میکنن، منتظر پرسش اونها نمیستن. چقدر خوبه، چون کسی گدایی کنه رو بزنه، ما اون پولشو پرداخت، پولش چیه؟ همین روزت. هنر نکردیم کمک کنیم. پس استنباط من اینه که این روایت میخواد بگه منتظر درخواست دیگران نباش، متوجه شدی کسی نیازمنده خودت اقدام کن.
اگر مطلع نشود اما فقیر سوال کنه میبخشه، این میشه سخاوت. پس دو حالت پیدا کرد، آیا ما مطلع هستیم یا مطلع نیستیم. اگر مطلعیم نباید منتظر درخواست او باشیم. خب حالا اگر کسی روحیه سخاوت را دارد، مطلع بشود اقدام میکنه، مطلع نشه اون طرف درخواست بکنه بازم میده، این سخاوتمنده. مگر اینکه یک کسی بگیم اصلا روحیش روحیه سخاوت نیست، بعد این آدمایی که ثابت نشده که روحیشون روحیه سخاوته و کمک میکنن، اینا احتمالا خالصن نیست، خجالت میکشن کمک نکنن، میترسن اونا رو نکوهش کنن. هستن گاهی تو بعضی از جمعها رقابت درست میشه، دیدین فلانی اعلام میکنه من اینقدر کمک کردم، دیگری هم میگه من اینقدر، این همه هر کسی یه چیزی اعلام کرد، اگر این کمک نکنه میگن این چقدر بخیله. این چون میترسه داره کمک میکنه، روحیش این نیست ها. اونجایی که امیرالمومنین میگه این سخاوت به حساب نمیاد، چون یا خجالت کشید یا ترسید که نکوهشش بکنن. گاهی اینجوریه ها. سوال، آیا سخاوت از روی حیا بده؟ نه خوبه، درجهش عالی نیست. یه جواب دیگه این روایت اینه، خوبی ها درجه درجه است. درجه عالی سخاوت اینه که خالص هم لوجه الله باشد، نه از ترس حرفای دیگران و نه به خاطر خجالت، بلکه خودشون خدا دوست دارد. اون مدل عالیشه. در حقیقت میتونیم بگیم اون کسی که سخاوتش به مرحله کمال رسیده است، اون کسیه که منتظر سوال نیست، به خاطر حیا نیست، به خاطر ترس از این که بگن بخیله نیست، بلکه روحیش چنین است. خب حالا اگه کسی از فقر کسی اطلاع دارد اما در این حال انفاق نمی کنه، مگر اینکه سوال کنه، کمک بخواد، اینجا اگر انفاق کنه چند حالت داره. حضرت گفتم یا برای فرار از نکوهش فقیره، یا برای فرار از نکوهش دیگر اغلاست، یا از مردم و فقیر خجالت میکشه. اگه کسی اینجوری باشه و اگر خجالتی نباشد، ترس از نکوهش نباشه، انفاق نمیکنه، اینو میگن سخاوت نیست. خب حالا آن چیزی که به درد سبک زندگی ما میخورد این است که ما تلاش کنیم تو زندگیمون اهل محبت و انفاق باشیم. اصلا اینو از خدا بخوایم که خدا بخل رو از وجود ما ببرد، دست گره گشایی داشته باشیم، محبت کنیم. محبت محبت می آورد، لطف لطف میاره. اینقدر گفتن رفت آمد کنید، خونه یک دیگر بروید، در بسیاری از روایت داره با هدیه بریم، با بذل بروید، این روابط خیلی لطیف میشه، به ویژه اگر مخلصانه باشد. اگه مخلصانه باشه دیگه جار نمیزنیم، داد و فریاد به راه نمیاندازیم، آبروریزی نمی کنیم. این روابط خیلی روابط قشنگی میشه، مشکلات جامعه هم اینجوری حل میشه. میگن حضرت موسی، مر موسی علی شاب یصلی صلاتن حسنه، حضرت موسی به یک جوونی برخورد کردن که چه نماز باحالی میخوند، حضور قلب داشته، حتما اشکش جاری میشده، با حالت خضوع و خشوع بود. فقال ما رأیت احسن صلاتن من از این جوان تا حالا کسی بهتر ندیدم که نماز بخونه. چه نماز خوشش اومد حضرت موسی، خدای متعال وحکت نمازش خیلی خوبه، ما اجبده به صلات و ابخله به زکات، ولی برای پول دادن در راه خدا بخیله. فرمود لا اقبلها، این نمازش رو قبول نمی کنم، حتی تحسن الصلات مع الزکات فانهما مقرونتان، نماز و زکات مقرونن، از هم جدا نمیشن. نماز خوب زکات به ارمغان میاره، زکات نماز رو هم اثر داره ها. علت اثرش چیه؟ کسی که نماز خوب بخواند، حب دنیا در دلش
کم میشه میتونه انفاق کنه. کسی که انفاق کنه دلبستگیاش باز کمتر میشه، تو نماز میتونه حواسشو جمع کنه. به هر حال بخل ننگ است، قبلا هم خوندیم البخل آر و سخاوت یک فضیلت است. به هر حال گاهی تو زندگی ها اختلاف میشه، مثلا یه خانمی ممکنه بگه که چرا برای بابات اینو خریدی، چرا برای فلانی هدیه بردیم، نباید ببریم. یه یک خانمی برای مادرش هدیه بخره، شوهرش بگه که برای چی خریدی. چقدر خوب زندگی های ما تفاهم درش باشه برای کمک به دیگران. یعنی ما دنبال این باشیم که یک خانواده ای داشته باشیم، یک جمعی داشته باشیم که نسبت به دیگران مهربانند. از امام رضا علیه السلام نقل شده که یک کسی سوال کرد من احسن الناس عیشن، عیش چه کسی از همه نیکوتره؟ حضرت فرمود کسی که زندگی دیگران در زندگی او حسن پیدا کند. این بخل حالت زشتیه، فردیش زشته، خانوادگیش هم زشته، بچه همون هم همینجور بار میان، اگه بخیل باشیم بخیل بار میان. بعضی ها اصلا سبک تربیتیشون بخیل پروره، یعنی به بچهش مثلا کشمش و پسته همراهش میکنه، نمیدونم خوردنی ها بهش میده، زور که از مدرسه برمیگرده میگه چیکار کردی؟ میگه با بچه ها با هم خوردیم. نکوهشش میکنه که مثلا ببخشی تو خولی که دادی به دیگران، سرزنش میکنه. یعنی اون بچه با فطرتش حالت سخاوت داره، اینا سخاوت بچه هارم بعضی از بین میبرن. ما باید تشویق کنیم اگر فرزندمون سخاوت از ما عملا سخاوت رو یاد بگیره، نه تشویق کنیم. البته نباید اسراف کرد تو سخاوت، گفتن هر چیزی حدی داره، اگر از حدش فراتر بره میشه اسراف. سخاوت باید عاقلانه باشه، نه هیجانی نه احساسی. بعد از این گداهایی که دروغ میگن انسان رو فیلم بازی میکنه، یه حالت مریض گرفتار به خودش میگیره، هیجانی احساسی میکنه، انسان اموالش میده. این احساسی نباید باشه، عاقلانه و آگاهانه باید باشه. حالا اگر کسی بخل داره چیکار کنه؟ معرفت خیلی مهمه آقا. همین که قرآن میگه این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوبی کنید به خودتون خوبی کنید. این آدم انسان آرام آرام سخاوتمند میکنه. همین که بدانیم سخاوت مایه رشد ماست. میدونید اگر غذا بخوریم، روایت داریم که بدنمون قوی میشه، غذا بدیم به دیگران روحمون رو قوی میکنیم. با غذا خوردن جسم تقویت میشود، با غذا دادن به دیگران روح رشد میکنه و قوی میشه. اگه کسی دوست داشته باشه که روحش هم رشد بکنه، سخاوتمند میشه. همنی در روایت داریم همنشینی با سخاوتمندان آدمو سخاوتمند میکنه. همنشین تو از تو به باید. چرا میگن؟ برای که اثر داره. با آدمای بخیل رفت آمد کنیم، بخل ما تشدید میشه. با آدمای سخاوتمند سخاوتمون افزایش پیدا میکنه. و توجه به این که قرآن فرمود ما تنفقو من خیرن تجدوه عند الله. هر چی که انفاق کنید برای خودتون میمونه، مثل کسی پول میذاره توی حساب بانکی، خب برای خودش میمونه. خدا توی حساب خدا میذاریم که برامون نگهداری کنه روز قیامت کامل بدهد. و تمرین هم مهمه آقا، تمرین کردن هم به انسان کمک میکنه. یعنی در روایت داریم بچه هاتون رو تربیت کنید به انفاق، تمرین کنیم، هم تمرین بدهیم بچه هامون رو. اگر پولی میخوایم به فقیر بدیم، بدیم بچه‌مون او بده، اونم یاد میگیره. خودمون هم تمرین کنیم. اول از یک تمرین‌های ساده شروع کنیم. از 1000 تومان، 2000 تومان، 5000 تومان شروع کنیم. ذره ذره انسان جرأتش بیشتر میشه، توانش بیشتر میشه. در دعایم بعد از خدا بخوایم که خدا بخل رو از وجود ما ببره، که روز قیامت این حالت بدی است.
مایه شرمساری و ننگ انسان می شود بخل.